خیلی ها میگن آقا این آپتوبر چی شد؟ مگه قرار نبود اکتبر ماه خوبی برای بیت کوین باشه؟ مگه قرار نبود سه ماهه آخر سال سه ماهه خوبی برای بیت کوین باشه؟ پس چی شد؟ چه اتفاقی داره میفته؟ خوش برگشتیم به یک هفته نامه دیگر از آکادمی گنج. امروز میخوایم در این مورد صحبت بکنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد، حرف های ویدیو گذشته رو که دو هفته پیش بود با هم دیگه مرور بکنیم و ببینیم که تا چه حد قابل اتکا بودن در این مدت و چی در پیش رومون هست. با ما همراه باشید. قبل از اینکه بخوایم به چارت ها نگاهی بکنیم، میخوام در مورد این صحبت بکنم که آقا این آپتوبر چی شد؟ میدونم سوالی که ذهن خیلیاتون رو درگیر کرده. همونطور که در ویدیو قبلی گفته بودیم، اکتبر و به طور کلی سه ماهه آخر امسال به خاطر اینکه سال انتخابات هست، به خاطر قضیه چین که مطرح کردیم در ویدیو گذشته، قرار بود که اوضاع خوبی داشته باشه و خب خیلی ها الان به این نتیجه رسیدن که آقا این یک دو هفته که خیلی بد بود. ولی خب بعد یک موضوعی رو با هم دیگه صحبت بکنیم. دوستان، وقتی راجع به سه ماهه آخر امسال صحبت می‌کنیم، یعنی راجع به حدود 90 روز صحبت می‌کنیم و اینکه بخوایم یک بازه 90 روزه رو با چند روز اولش بخوایم در موردش قضاوت کنیم، مثل این میمونه که شما بخواید یک فیلم سینمایی نگاه بکنید و 5 دقیقه اولش رو ببینید خوشتون نیاد و بخواید عوض بکنید. خیلی مشابه این داستان هستش. پس عجله نکنید و این اتفاقات طول میکشه و حواستون باشه با اون نقشه بزرگتری که داریم توی ذهنمون، داریم با اون پیش میریم. این موضوع اول. موضوع دیگه، چیزی که در هفته گذشته بهش اشاره کرده بودیم، بحث این که مقدار زیادی یوفوریا یا سرخوشی وجود داره در بازار. خیلی همه آمادن برای اینکه قیمت بره بالا. همونطور که هفته گذشته گفتیم، معمولا سریع این اتفاق نمیفته. نیاز به یک حرکتی بود که مقدار زیادی لورج از بازار خارج بشه و مهمتر از اون، این سرخوشی بزرگی که توی همه جای جای بازار وجود داره ازش کشیده بشه بیرون، که اینو میتونیم توی اعداد و چارت ها هم با هم ببینیم. و خب سوال بعد اینه که از اینجا به بعد چی؟ بیاییم برای پاسخ به این سوال و برای دیدن اتفاقاتی که در موردش هم الان صحبت کردیم و یک سری به نمودارها بزنیم. خب اول از همه از نمودار قیمتی شروع میکنیم. نمودار قیمتی اگر یکم زوم بک کنیم، ببینیم که خیلی اتفاق خاصی انگار توش نیفتاده. یه سالی تقریبا داره میشه که تو این رنج محدود بودیم و هستیم. اما اگر که کمی دقیق‌تر نگاه بکنیم و به طور خاص OVV رو بیایم با هم نگاه بکنیم، ایندیکیتوری که اگه دوستان رجوش بیشتر بدونید توی کپشن لینکش هست، بهترین ایندیکیتوریه که برای کریپتو حداقل من میشناسم، میتونیم اینجا ببینیم که تقریبا مثل تکست بوک بوده، دقیقا همون جوری که باید عمل میکرده. این کانال رو به پایینی که چند ماه 6 ماه منتظرش بودیم شکسته بشه رو صبر کردیم و شکسته شد. شکست های زودتری هم اینجا گرفتیم در ابتدای سپتامبر در اواسط شهریور و گفته بودیم اونجا که آقا شکست و تست جای امتری هستش. اگر خیلی خیلی کانسرواتیو هستین، اگه خیلی محافظه کار هستین، منتظر شکست این کانال بزرگتر باشیم، که این اتفاق افتاد. تستش رو داریم میبینیم و به زیبایی داریم برگشت رو اینجا شاهد هستیم. کماکان میگم بسته به اینکه چقدر محافظه کار هستیم، میتونیم بیشتر و بیشتر صبر بکنیم. میتونید صبر بکنید که اینجا قله های بلندتر و دره های بالاتر ببینیم. ولی خب اینم باید حواستون باشه که هر چقدر ما بیایم و بخوایم امن تر رفتار بکنیم، بخوایم محافظه کارانه تر باشیم، ریسک رو کاهش بدیم، از اون طرف سودمون رو هم کاهش میدیم. یک بالانسی بین اینها وجود داره. اگر بخوایم خیلی محافظه کار باشیم، چرا سرمایه گذاری کنیم؟ پولتون توی بانک نگه دارین، طبیعتاً دارین یک بده بستون این وسط صورت میگیره، یک اصطلاحا ترید آف این وسط وجود داره بین اینکه چقدر حاضرین ریسک کنیم و چقدر حاضرین سود به دست بیاریم. پس این موضوع اینجا هستش. اما صرفا اگه بخوایم چارت رو نگاه بکنیم، چیزی که من میبینم شکست و دابل تست اینجا بود که خیلی خیلی تمیز و قشنگ اتفاق افتاد. خط روند و کانال بسیار بسیار زیبایی که در OVV وجود داشت و این یه جورای سیگنال لیدینگ بود برای ما، سیگنال زودتری بود، چرا که هنوز این کانال حداقل شکسته نشده. در مورد اکتبر هم بخوایم، میگم من خیلی روی این موضوع حساس نیستم که بخوایم بگم آقا الان فصل اینه که بیت کوین بره بالا، اکتبر قبلا اینجوری بوده یا نبوده. خیلی به نظر من چیزی نیستش که بشه بهش اتکا کرد. بد نیست به عنوان یکی از کارت‌ها در کنار کارت‌های دیگه‌مون باشه. اما اگر دوست داریم بریم به گذشته هم نگاه بکنیم، میتونیم ببینیم که در این فاز از سایکل ماه اکتبر همیشه درست خوب بوده، ولی اینجوری نبوده که از اول تا آخرش، از روز اول تا روز آخرش روزهای مثبتی باشن. معمولا نیمه اولش حتی اونقدر خوشایند نبوده، مثل چیزی که در دو هفته اخیر دیدیم و خب الان داریم میبینیم که در یکی دو روز اخیر یکم این داستان متفاوت شده. موضوعی که جلسه پیش هم بهش اشاره کردم و دوست دارم اینجا تکرار بکنم، دوستان اینجا جایی هستش که اگر هیچ بیت کوینی ندارین، اگر هیچ اکسپوژری به بیت کوین ندارین، به نظر من کار دقیق و درستی نیستش. اگر
اکسپوژر دارین، اگه یه مقداری بیت کوین دارین خب خیالتون خیلی راحت تر میشه، قیمت بره بالا خوشحال میشین، بیاد پایین میتونین بیشتر بخرین. اما اگر هیچی بیت کوین ندارین، من دوست ندارم جایی کسی باشم که در این نقطه از سایکل هیچی بیت کوین نداره. اینو میذارم اینجا بمونه واسهتون. پیشنهاد معامله طبیعتاً نیستش و صرفاً نظر و دیدگاه من هستش. اما خب بریم سری بزنیم به اوضاع اخبار. بزنین این بار اخبار رو آخر از همه با هم مرور بکنیم. توی لیکویدیشن ها خیلی چیز خاصی دیده نمیشه، میگم چون توی این رنج محدود بودیم، لیکویدیشن ها بودن، میریم بالا میایم پایین و بازار خالی میشه. اما چیزی که برای من خیلی جالب تر بود فاندینگ ریت بود، که هفته گذشته وقتی قیمت تازیرش از $1000 اومد پایین، یه جورایی بازار تصفیه شد، یه جورایی بازار نو شد و میتونیم ببینیم که توی فاندینگ ریت تقریبا لانگ ها و شورت ها با هم هماندازه شدن، حتی برای مدتی خرس ها قدرتشون بیشتر شد. از در بازار البته فیوچرز داریم صحبت میکنیم، ولی خب دیری نپایید این موضوع و حرکت برگشتی رو شاهد بودیم و طبیعتا لیکویدیشن هایی که در جهت برعکسش اتفاق افتاد و این خیلی خوب هستش برای اینکه ما یک بازار سالم داشته باشیم، برای اینکه بتونیم یک روند سالم پرقدرت داشته باشیم. بارها به این موضوع اشاره کردیم که نیاز هست که لورج از بازار کشیده بشه بیرون. بازار با لورج بازاری نیستش که بتونه خوب حرکت بکنه، خوب روند بزنه. و این در مورد شرکت کننده های بازار، من و شما تریدر هم صدق میکنه. لورج خیلی بالا مخصوصا تو بازاری مثل بازار بیت کوین و مخصوصا توی این فازش میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و جلوی اون روند قدرتمند خودمون و سرمایه خودمون رو هم بگیره. حواستون رو جمع کنید، خواهش میکنم از لورج های بالا دوری بجویید و حداقل توی این فاز سعی کنید که از موقعیت های خیلی بهتری که با فقط کمی صبر میشه بهشون رسید استفاده بکنید. اگر نگاهی بخوایم به آنچین بندازیم، آنچین یه ذره اوضاع شورت مولر سوپیاری که ما خیلی دوستش داریم بهتر شد. اگه میخواین راجع به شورت مولر سوپیار بیشتر بدونید، دوره آنچین گنج حتم هست، اگر دوست دارین حتما نگاش بکنید. جلسه هشتم در مورد سوپیار صحبت کردیم و اینجا داریم ببینیم که روند داره تغییر میکنه. اینجا دره ها و قله های بالاتر رو داریم ببینیم به سمت یک، ولی خب جایی که سوپیار اون سیگنال اصلیش رو به ما میده وقتی هستش که بالای یک بتونه خودش رو نگه داره، که میشه آرگیو کرد که تو این چند وقت این اتفاق افتاده، بالای یک رفته و برگشته روی یک. این نشون میده که تریدرهای کوتاه مدت بازار اسپات اینجوری نیستن که وقتی برمیگرده به جایی که قیمت برمیگرده به جایی که وارد شدن، اینجوری نیستن که فرار بکنن، بخوام بفروشن و بیان بیرون، بازار یه جوری نگه میدارن. و خب این سیگنال مثبتی هستش، هرچی این عدد بزرگتر باشه طبیعتاً اوضاع بهتره، ولی خب انتظار نداریم که میگم یهو قرار باشه کندل های خیلی گنده اینجا ببینیم. احتمالا یه ذره دیگه قدرت اینجا نیاز هستش برای اینکه اون کندل ها رو ببینیم، ولی دوباره یادآوری میکنم اصلا دوست ندارم جای کسی باشم که در این نقطه از سایکل بیت کوین نداره. بسیار عالی، بریم کمی به اوضاع اخبار هم نگاه بکنیم و اوضاع اقتصادی هم نگاه بکنیم. از فد واش تول بخوایم شروع بکنیم، جلسه بعدی FOMC 23 روز دیگه است، بیش از 7 هفته دیگه است و از الان تقریبا بازار مطمئن هستش که 25% کاهش نرخ بهره بعدی سر جاش هست. و خب این چیزی بود که راجع به انتخابات آمریکا هم صحبت کردیم در جلسه گذشته، چیزی که تقریبا همه انتظار داشتن. اما اتفاقات جالبی در طی این 2 هفته و اعداد خیلی جالبی منتشر شد. یکی من هفته پیش گفتم که بعد نگاهمون به اشتغال باشه، بعد نگاه فد به اشتغال هست و نگاه ما هم باید به اشتغال باشه. یه جوری خیال فد از اوضاع تورم راحت شده و اعدادی که منتشر شدن در 2 هفته اخیر هم اینو بهمون نشون دادن. هم CPI ماه به ماه رو داریم که 0.2% باقی موند، کور CPI هم روی 0.3%، خیلی اینجا شاید چیزی نداشته باشیم، ولی PPI ماه به ماه و کور PPI ماه به ماه، PPI ماه به ماه آمریکا 0% بود. از خودش رو ثابت نگه داره، حتی کمتر از انتظارات 0.1% و خیلی کمتر از ماه گذشته 0.2%. و خب خیلی خیلی خبر خوبی بود طبیعتا برای فد و حتی برای بازار و خوشحالی که توی بازار بود رو هم با هم دیدیم. اما به اشتغال که بخوایم نگاه بکنیم یه کمی اوضاع متفاوت هستش. اشتغال 4.1% نرخ بیکاری اعلام شد و همچنین NFP Non Farm Employment Change هم بیشتر از انتظارات، خیلی خیلی بیشتر از انتظارات اعلام شد. انتظارات 147 هزار تا بود و 254 هزار تا اعلام شد. خب این یه ذره در واقع کار فد رو میشه گفتش که آسون تر میکنه، یه کمی نگرانی از بیکاری ها کم شد، نگرانی از اینکه بخواد لازم باشه خیلی سری نرخ بهره رو بیاره پایین کم شد. ولی خب کماکان به این سمت داره پیش میره فد و میگم شاید دلیل بزرگتر از اینها بحث انتخابات آمریکا باشه که جزئیاتش هفته گذشته با هم بررسی کردیم. اما هفته پیش روش در انتظارمون هست. از آمریکا خیلی خبر خاصی قرار نیست بیاد بیرون به جز پنجشنبه ریتیل سیلز ممکنه که کمی تاثیر داشته باشه. اما کانادا خیلی جالب هستش که
ماه گذشته سی پی آی منفی 2.2% منفی 2.2% رو تجربه کرد. سی پی آی ماه به ماه رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم و خب این خیلی نشونه خوبی هستش برای کانادا، یه جوری که تورم مدیریت شد و دوباره دست کانادا باز میاد، باز میمونه برای اینکه بتونه با نرخ بهرهش بهتر بازی بکنه. ولی خب ببینیم که این ماه چه خواهد بود. روز سه‌شنبه فردا سی پی آی ماه به ماه در کانادا اعلام خواهد شد. ممنون از اینکه تا به اینجای داستان همراه ما بودیم. در دوران بسیار دوست داشتنی داریم به سر میبریم در سایکل بیت کوین و امیدوارم که شما هم بتونید ازش بهترین استفاده ها رو ببرید. لایک کردن و سابسکرایب کردن فراموش نشه. به زودی میبینمتون و تا دیداری بعد. خدا نگهدارتون باشه.